بدبینی افغان ها و صلح طالبان. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای چینل وان اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل ما را سابسکرایب نمایید. پال ستوده می نویسد با گزارش رادیو دری به نقل از خبرگزاری ایرنا، شریفه زرمتی وردن، محمد امین احمدی و حفیظ منصور از جمله اعضای هیئت دولتی هستند که تا یک چند روز گذشته از نبودن اراده به گفتگو در هیئت طالبان انتقاد کرده اند. جعفر مهدوی، استاد دانشگاه و رئیس حزب ملت افغانستان، نیز گفته که طرفین گفتگوهای صلح با وقت کشی فرصت دستیابی به توافق را از دست می دهند. وی می افزاید که تغییر قدرت در آمریکا باعث شده که طالبان در انتظار خروج نظامیان آمریکا و تصاحب قدرت از طریق جنگ در افغانستان باشد. مسعود اندرابی، وزیر کشور افغانستان، هم در تازه ترین مصاحبه خود با رسانه های خارجی گفته است که طالبان در انتظار خروج نظامیان خارجی از افغانستان هستند. وی افزوده که افزایش بی سابقه ترورهای هدفمند، کشتار غیر نظامیان و ادامه جنگ چشم انداز دستیابی به صلح را دیگرگون کرده است. رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنان در هرات گفت آنانی که طرح دولت موقت را مطرح کنند صلاحیت ندارند و تنها راه انتقال قدرت از طریق انتخابات است. و یک بار دیگر از گروه طالبان خواسته که ارتباط خود را با پاکستان قطع کنند. رسانه های افغان به نقل از برخی از منابع اعلام کرده اند که طالبان به شرط آغاز دوره دوم مذاکرات و گفتگوهای صلح را آزادی 7000 زندانی و خروج نام رهبران آنها از فهرست سازمان ملل اعلام کرده اند. طالبان گفته است که این دو ماده از توافقنامه آمریکا و طالبان است که باید عملی شود و آنها به همین دلیل به دور دوم مذاکرات صلح به علاقه هستند. در چنین وضعیت مردم نیز نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح به اعتماد شده اند و هدف قرار دادن غیر نظامیان این باور را تقویت کرده است. در 3 روز گذشته چندین غیر نظامی و راننده تاکسی در کابل هدف بمب مغناطیسی قرار گرفته اند. این روزها ترس و وحشت در بین مردم افزایش یافته و به گونه ای که از سوار شدن به خودروهای عمومی از ترس حملات انفجار خودداری می کنند. در چنین وضعیت روشن نیست که آیا طالبان می توانند از طریق این ترورها به هدف خود دست یابند و یا برعکس افزایش کشتار غیر نظامیان عزم دولت و مردم برای مقابله با طالبان را افزایش می دهد. شماری از سیاستمداران مقامات دولتی و کارشناسان سیاسی افغانستان با ناامیدی از کندی روند و گفتگوهای صلح بر این باور طالبان که تصمیم برای دستیابی به صلح با دولت ندارند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. اوقات خوش داشته باشید. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.